درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 23 شهریور 13 سپتامبر نگاهی داریم به منشور 91. هم‌اکنون ایرانیان از حقوق اولیه خود محرومند. ملت ما بیش از 100 سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و ایجاد و تداوم حکومتی مشروط و برآمده از رأی و خواست خود می‌کوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های جهانی، هیچ کدام از حکومت‌های معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن ندادند. مهار قدرت در ایران چالشی است سخت و طولانی. ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دوبار انقلاب هیچ کدام به تشکیل و یا دوام دولت‌های مردم سالار و پاسخگو نینجامیده. هر بار سقوط ساختار پیشین زمینه‌ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومت‌های خودکامه و مستبد. هم‌اکنون کشورمان ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد. خودکامگی و استبداد با سوء استفاده از شعارهای دینی ارزش‌های اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدون هیچ ابایی تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر به خود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزش‌ها چیزی جز خفقان سیاسی، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است. ما ایرانیان برای عبور از خودکامگی و استبداد و رسیدن به مردم سالاری فرهنگ سیاسی من را می باید بازنگری و نوسازی کنیم. پیش نیاز زدودن انحصار در گستره سیاسی کشورمان در گروه به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی عقاید و گرایش‌های سیاسی است. نبود یک زیربنای اخلاقی بر پایه ارزش‌های انسان دوستانه جهان شمول تا کنون مانع از شکوفایی و تداوم گروه‌های سیاسی شده و در عمل به ادامه استبداد کمک کرده است. بهین راه ارزیابی سیاستمداران سنجیدن پایداری آنان به اصولی مستند برآمده از باورهای اخلاق مدنی و ارزش‌های انسان دوستانه جهان شمول است. پایداری به این اصول است که موجب پربار شدن فرهنگ سیاسی، گسترش و نهادینه شدن گفتگوی مدنی، رواداری و نفی خشونت شده و حفظ و تداوم مردم سالاری و آزادی‌های فردی را تضمین خواهد کرد. این منشور تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزش‌هایی برآمده از گنجینه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردمان سراسر گیتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومت‌های پاسخگو، روادار و برآمده از اراده خیش. این مقدمه است بر منشور 19 ماده‌ای موسوم به منشور 91 که امضای بیش از 200 فعال سیاسی و اجتماعی را در پای خود دارد. در متن این منشور که به نظر می‌رسد حقوق بشر و حقوق شهروندی را در کانون خود قرار داده است، 11 بار واژه تبعیض به کار رفته و 11 بار هم در بندهای مختلف بر خشونت پرهیزی تاکید شده و تصریح شده است حکومت باید در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد. از شما پرسیدیم آیا در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران میتوان به طور مطلق از خشونت پرهیز کرد؟ همونطور که میبینید کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه خیر رو انتخاب کردن. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به منشورهای مهم و برخی الهام بخش منشور 91. سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. هیچ چیز نباید به گونه‌ای تفسیر شود که برای هیچ حکومت، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه باشد. انتشار منشور آزادی نلسون ماندلا، رهبر جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی.
همه در برابر قانون برابر هستند. مردم حاکم خواهند بود. انتشار منشور 77 واتساف هاول و شماری از همفکران او در دوران کمونیستی چکسلواکی سابق. آن منشور از حکومت کمونیست خواسته بود تا به میثاق‌های بین‌المللی درباره حقوق مدنی احترام بگذارد. امضا کنندگان مجازات شده و هاول برای 3.5 سال به زندان رفت. لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل و رئیس انجمن قلم چین با انتشار منشور 08 خواستار رعایت حقوق بشر در چین شد. این منشور به تأسی از منشور 77 واتساف هاول خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از کمونیست‌های حاکم بر چین به دولتی متعهد به ارزش‌های فراگیر بشری شده بود. انتشار بیانیه 18 میرحسین موسوی تحت عنوان منشور جنبش سبز. جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است. جنبش سبز موافق تکثرگرایی و مخالف انحصارطلبی است. ایران متعلق به همه ایرانیان است. انتشار منشور شورای ملی ایران با هدف برگزاری انتخاباتی آزاد با پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و با نظارت نهادهای بین‌المللی بی‌طرف به منظور انتخاب مجلس مؤسسان جهت تدوین قانون اساسی نوین و برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام توسط مردم ایران. انتشار منشور 91 توسط رامین جهانبگلو. منشور 91 با الهام از منشور 77 واسلاو هاول در چکسلواکی سابق و منشور آزادی نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی تدوین شده است. کسانی که به دنبال خشونت هستند با این منشور مخالف خواهند بود. مهمانان امشب با خانم روحی شفیعی از امضا کنندگان منشور 91، بنیانگذار و مدیر ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران و عضو هیئت اجرایی شبکه زنان، آقای دکتر رامین جهانبگلو، استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه تورنتو، برنده جایزه صلح سازمان ملل از نویسندگان منشور 91، آقای دکتر آرش نراقی، استاد فلسفه و دین در کالج مراویان، و آقای مرداد حریری از نویسندگان منشور 91، پژوهشگر و فعال مدنی، و همچنین آقای مرداد لقمانی، فعال اجتماعی از نویسندگان منشور 91. درود به همین شما، به افق خوش آمدید. آقای جهانبگلو، ایده منشور 91 چطور شکل گرفت؟ من قبل از هر چی باید بگم که منشور 91 یک کار گروهی است و امیدوارم که هر بار که درباره منشور 91 صحبتی میشه از این کار گروهی و اینکه این منشور در حقیقت به ملت ایران تعلق داره صحبت بشه. میشه گفتش که منشور 91 به عنوان یک ضرورت تاریخی حس شد در میان اکثریت نویسندگان اون و با مشارکتی که از نظر عقیدتی با دیگران بود، از جمله کسانی مثل خانم امیر روحی شفیعی و دوستان دیگه‌ای که در گوشه و کنار دنیا بودن، به این نتیجه رسیدیم ما که باید با نگاهی به، همونطور که در مقدمه منشور اومده، با نگاهی به تجربه 100 ساله تاریخ ایران، البته شکست‌ها ولی ضمناً پیروزی‌ها و دستاوردها، و به نگاهی به فرهنگ سیاسی امروز جامعه ایران و با الهام گرفتن البته از تمام تجربیاتی که در گوشه و کنار جهان اتفاق افتاده که به خوبی در برنامه افق امروز گفته شد، بیایم و دو مرتبه فکر کنیم در مورد معضلات امروز جامعه ایران، در مورد فرهنگ خشونت در جامعه ایران، در مورد اینکه چگونه میتونیم به یک نوع قانونمداری برسیم و چگونه میشه که ایرانیان رو به یک فضای گفتگوی ملی در حقیقت دو مرتبه دعوت کرد
که بیان و درباره این موضوع با همدیگه به بحث و گفتگو بشینن و این موضوعات رو شاید بتونن پیش ببرن. حتما این اشاره کردید کار گروهی، به همین دلیل هم هست که بسیاری از افرادی که نقش داشتن در تنظیم این منشور امروز تو برنامه هستن و در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی به نظر میاد آقای جانبگلو این اساره اون چیزیه که شما سالها مطرح کردید در قالب یک برنامه سیاسی و ملهم. از همونطور که ابتدا اشاره شد منشور 77 هاول، منشور آزادی ماندلا، بفهمید که چطور این الگوبرداری انجام گرفت؟ من با کلمه الگوبرداری خیلی موافق نیستم. فکر میکنم که کلمه الهام گرفتن بهتره. و البته در تمام این منشورهایی که امروز در برنامه افق ازشون یاد شد، موضوع اصلی که در منشور 91 هم هستش، همونطور که خودتونم اشاره کردید، مسئله مبارزه با هر گونه تبعیض قومی، جنسی، زبانی و سیاسی و مسئله خشونت پرهیزی که یکی از مسائل اساسی است. خب ما طبیعتاً تمام نویسندگان منشور و امضا کنندگان بعدش به این نتیجه رسیده بودن که جامعه ایران درگیر یک فرهنگ خشونته و مسئله نه تنها خودکامگی حکومتی، بلکه مسئله این که ما وقتی درباره سیاست در جامعه ایران صحبت میکنیم و درباره آینده ایران صحبت میکنیم، مسئله اون جابجایی قدرت نیست. و این مسئله است که خب ما خیلی از ما روش تاکید کردیم بارها و اساسا این منشور داره به این مسئله میپردازه که ما داریم به دنبال یک اخلاق مدنی هستیم که اون میتونه زیربنای در حقیقت سیاست‌های آتی در ایران باشه و مسئله همون قانونمداری برای آینده ایران. البته این نکته که قابل بحث هست، اگه توضیح کوتاه بفهمید، وقتی که بحث از نگاه به دستاورد هاول میشه، هاول اگر اشتباه نکنم در مورد برداشتن خلع صدام حسین از قدرت مشکلی نداشت. آیا شما اونجا نقطه فاصله میبینید بین اون چه که خودتون و در واقع این گروه در مورد منشور صحبت میکنن، یا برداشت دیگری دارید از نگاه هاول به تغییر قدرت، اون چیزی که به عنوان جابجایی در قدرت ازش صحبت میکنه؟ خب من وقتی که در مورد ماندلا و هاول صحبت میکنیم، در مورد اولا دوره فعالیت مدنیشون صحبت میکنیم و نه در مورد دوره که اینها خودشون رئیس جمهور شدن. و ضمناً من فکر میکنم که اگر اشاره بخوایم به منشور 77 بکنیم یا منشور آفریقای جنوبی بکنیم که ماندلا و دیگران دست اندرکارش بودن، باز مسئله اصلی هم تو که میبینیم مسئله مدنیت، مسئله مخالفت با خشونت، مسئله یک نوع ایجاد آینده‌ای برای هر دو این کشورها. و البته چین هم چون مثال زدید در افق که درست بود، آینده‌ای رو ترسیم کردن یک آینده‌ای است که در اون فعالان مدنی، حالا چه چینی، چه چک، چه آفریقای جنوبی شرکت داشتن. و اتفاقا منشور 91 هم داره به همین موضوع اشاره میکنه که بیایم و یک فضایی ایجاد بشه، فضای مدنی، فضای گفتگویی، فضایی که فقط از بالا به صورت عمودی نباشه بلکه یک فضای افقی باشه، که بیایم و این بحثا رو بتونیم بین خودمون مطرح بکنیم و به نوعی به جای اینکه ما فقط در مورد قدرت طلبی و جابجایی قدرت یا در مورد اینکه خشونت صحبت بکنیم، بیایم و یه سری از مفادی که حالا در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده، بیایم و اینها رو بیایم ایرانیش کنیم، بیایم اینها رو در جایگاه ایران امروز دو مرتبه مطرح کنیم و بیایم بتونیم اینو پیش ببریم، خصوصا با نسل جوان ایرانی و دستاوردهایی که اونها در انتظارش هستن. خب آقای حریری، شما سالهاست در فعالیت هستید، در اپوزیسیون حضور فعال دارید، قبل از تنظیم این منشور روی پروژه دیگری کار میکردید، با هم صحبت میکردیم، چه شد اون پروژه رها شد و شروع کردید به کار مشترک در مورد منشور 91؟ من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دهخانپور، میهمانان برنامه‌تون و بینندگان عزیز برنامه افق. خدمتتون عرض کنم همونطور که گفتید کاملا درسته، ما در مورد یک متنی کار میکردیم چیزی در حدود شاید یک سال پیش
ده ماه پیش که بتوانیم نهله‌های مختلف فکری رو به همدیگر نزدیک بکنیم. در این میان با تعدادی از سرشناسان حقوق بشری و تعداد کمی از فعالین سیاسی صحبت کردیم، گفتگوهایی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم تا ما یک مبنای ارزشی برای اون آینده‌ای که مورد نظرمون هست نداشته باشیم، امکان نزدیک کردن این نهله‌های فکری قدری مشکل است. در واقع اون پروژه به نتیجه نرسید به دلیل اینکه احساس کردیم پیش از آن که بتوان اینها رو به هم نزدیک کرد نیاز به یه فونداسیون داره، نیاز به یه زیربنای ارزشی داره که بتونه ما هممون یک مجموعه ارزشی رو قبول داشته باشیم، بعد بر مبنای اون بتوانیم به همدیگر نزدیک بشیم. این بود که این ایده به اصطلاح نوشتن یک منشور اخلاق مدنی برای به عنوان یک مجموعه ارزشی برای آینده ایران مطرح شد و روی اون کار کردیم و محصلش آن چیزی است که شما دیدید. در واقع اگر که بخوام خلاصه بکنم، اون نگاه ما به آینده ایران، اگر که بخوایم بگیم پس از جمهوری اسلامی ما به چه مجموعه‌ای، به چه نوع ایرانی اعتقاد داریم، به چه نوع ایرانی رو می‌خواهیم، در واقع این منشور نواده یک تلاشی بوده است، تلاش کوچکی بوده است که یک مجموعه از ارزش‌ها رو فراهم بکنه، پهلوی هم بذاره، بگوید ما جامعه‌ای می‌خواهیم که در آن این ارزش‌ها نهادینه شده باشد. باید اشاره بکنم که بدون شک این نه اولین و نه آخرین خواهد بود. تلاش‌های از این جهت به نظر من بسیار مثبته که ما بتوانیم ارزش‌هایی که مطرح شده در این منشور رو به صورت به اصطلاح گفتمان غالب جامعه سیاسیمون در بیاریم و بر مبنای اون کنش سیاسی بکنیم. این نکته‌ای که برش چالش برانگیز آقای حریری این که این بخش عمده از این منشورهایی که ازش صحبت شد، اینا عمدتاً از درون جامعه بیرون اومدن و فعالین سیاسی و اجتماعی عمدتاً اینها رو با نگاه به داخل و در شرایط فیزیکی که در داخل بودن اینها رو تنظیم کردن. حالا ما حتی نمونه قبلترش در مورد خود ایران هم صحبت می‌کنیم، همین چند سال پیش منشور سبز که آقای موسوی و کروبی به شکلی تهیه کردن، اونها حالا ممکنه منعکس کننده خاص تمام مخالفین و اپوزیسیون نبوده، ولی با توجه به شرایطی که اونها در داخل بودن و نمونه های دیگری که به گذشته و منشور 77 اشاره کردیم، اون چیزی که در مورد این منشور به نظر میرسه قابل بحثه اینه که این از بیرون در واقع نگاه میکنه و تهیه شده و تمام اون افرادی هم که در تنظیم و تهیهش نقش داشتن اونها خارج از کشور هستن. کاملا فرمایش شما صحیحه، اما من فکر می‌کنم که ارزش‌هایی که مطرح شده در این منشور به اصطلاح مشکلات کنونی مردم ماست، مشکلات ایران ماست. ایران ما الان در یک بن‌بست وحشتناکی قرار گرفته. چرا؟ به دلیل اینکه یک دولت، یک حکومتی در اونجا است که پاسخگو نیست به مردم. ما مطرح می‌کنیم که دولت در یک جامعه معقول باید پاسخگو باشه به مردمش، باید در یک انتخابات آزاد توسط مردمش برگزیده شده باشه. دولت مالک منابع طبیعی و زیرزمینی ایران نیست. در واقع دولت باید به لحاظ مالی از مردمش استقلال داشته باشه. همین باعث می شود که اگر این گونه نباشد، یک دولت مافیایی، دولتی که بر تمام منابع نفتی و گازی انحصار داره و اختیار داره و اون رو در صدد مقاصد خودش در واقع استفاده میکنه. عرض من این است که تمام اون بسیاری از ارزش هایی که مطرح شده در اینجا مسئله روز مردم ایران است. مسئله پوشش، نیمی از مردم ایران خانم ها وقتی که از خونه میخوان بیان بیرون اختیار پوشش خودشون رو ندارن، مجبور هستن یک لباسی بپوشن که از طرف حکومت به اونها تحمیل شده. خب ما میگیم که باید انسان در یک جامعه ایران فردا باید آزاد باشد که پوشش خودش رو اختیار بکنه. باید روزنامه نگاران، خبرنگاران، نویسندگان آزادی بیان داشته باشن. این چیزی است که در ایران در حالت کنونی وجود نداره. ما میگیم که باید به محیط زیست ایران توجه جدی بشه. محیط زیست ایران در حال تخریب و هیچ قدرت پاسخگو، هیچ کسی نیست که راجع به اون به اصطلاح برنامه‌ریزی بکنه و پاسخگو بشه راجع به این تخریب‌هایی که میشه. تمامی این معضلات کنونی ایران هست و من فکر می‌کنم که طبیعتاً در داخل ایران به دلیل نبود آزادی، به دلیل اختناق شدید، هر گونه کنیکش سیاسی، هر گونه حرکتی در این جهت که این رو به گوش مردم ایران برسونه طبیعتاً در نطفه قد خفه میشه. به همین دلیل هم است که بسیاری از فعالین سیاسی، فعالین مدنی در زندان هستند. شما ببینید مردم میرن در دریاچه ارومیه که این افکار عمومی رو توجهشون رو جلب بکنن به تخریب این دریاچه ارومیه، این فعالین زندانی میشن. پس در ایران امکان هیچ گونه کنشی نیست و
فکر میکنم که آن طبیعتاً صحبت شما درسته، ما از خارج کشور این کار کردیم، اما به نظر ما این میاد که این بیانگر اون مشکلات و معضلاتی است که در حال حاضر ایران ما باهاش دست به گریبانه. خب آقای لقمانی، شما یکی دیگر از افرادی هستید که در تنظیم این منشور نقش به موثر داشتید. بهمن 90 من دیدم که مطلبی رو شما ازتون منتشر شده در شهروند، اونجا صحبت از ضرورت بستر اخلاقی میکنید، اون چیزی که ازش صحبت شد، آقای حریری هم گفتن اون فونداسیونی که به نظر میومد مورد نظر بوده. توضیح بدید که این اگه حالا این گروه چند نفری که اشتباه نکنم 5 نفر بودن، آقای آریان نژاد و آقای احساسی هم، اگه دوست دارید اشاره بکنیم 5 نفر چه نقشی بازی میکردن در تنظیم منشور و چه تفاوتی میبینید بین منشور شما و این نمونه های دیگری که صحبت، چه چیزی است که منشور 91 رو متفاوت میکنه از منشورهای دیگه؟ بله، اشاره خوبی کردید به دوستان دیگه ای که در واقع نقش مؤثر داشتن در شکل‌گیری این منشور. همون جوری که دوست خوبمون آقای حریری اشاره کردن، در واقع ما ابتدای یک حرکتی رو شروع کردیم برای نزدیک کردن گروه‌های، تلاشی در جهت نزدیک کردن گروه‌های سیاسی بر محور، با محور حقوق بشر. در پی این تلاش به این مشکل برخوردیم که در واقع یک زیرساخت اخلاقی برای گفتمان و کنش سیاسی وجود نداره. شما اگه نگاه بکنید به کشورهای دیگر و تجربه ملت‌های دیگه در جهت ایجاد حکومت‌های پاسخگو، به این نکته به اینجا می‌رسید که در واقع اول اونا تکلیف جهان‌بینی خودشون رو روشن کردن، کسایی که درگیر کارهای سیاسی بودن، و یک گفتمانی در جامعه شکل گرفته و به صورت هنجار فرهنگی در اومده و در پی اون بوده که ساختارهای سیاسی و ساختار قدرت پاسخگو شده و در واقع در برابر مردم وادار شده که پاسخگو بشه. از اینجا بود که در واقع با دوستان صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در واقع باید این منشور اخلاقی رو ما برای کشورمون تعریف کنیم. ما قبل از اون که ترک باشیم، لور باشیم، کرد باشیم، بلوچ باشیم، یهودی، بهائی، سنی یا شیعه باشیم، انسان هستیم. بنابراین از لحاظ انسانی با باید تعریف کنیم چگونه میخواییم قراردادهای اجتماعی که تعریف میشه در جامعه نسبت به ما، چگونه اون قراردادهای اجرا بشه و یا در چه قراردادهایی قرار بگیریم. حکومت ساختاری است قراردادی و در منشو ذکر شده به صراحت، ساختار الهی نیست، ساختاری است که ما با توافق کنار هم گرده همیاییم و اون ساختار رو درست میکنیم. بنابراین ما به عنوان انسان ایرانی، اول به عنوان انسان و بعد به عنوان ایرانی، هر کدوم از ما چه حقوقی داریم، مردم به حقوق خودشون آشنا باشن و در واقع این گفتگو نه تنها شکل بگیره بلکه به صورت یک هنجار فرهنگی در بیاد برای مردم ما. اینجوری هست که درست مثل وقتی میمونه که شما نقشه راه رو هر کدوم از ساکنان کشتی که یک جامعه باشه بلدن، ناخدا نمیتونه اونا به بیراهه ببره. هر کسی که قدرت رو در دست گرفت، هر کسی مسئول حقوق و مسئولیت‌های فردی، اولین بخش این منشور هست به همین سبب، به خاطری که هر ایرانی چه حقوقی داره آشنا باشه با حقوقش و در این حال با مسئولیت‌هاش. یک قسمتی از بزرگی از این منشور اگه دوستان همه بخونن منشور رو می‌بینن که در مورد مسئولیت‌های عمومی مردم هست. در واقع حقوق اقلیت‌ها اگه اشاره شده، فقط مسئله نیست که دولت باید حقوق اقلیت‌ها رو محترم بشموره، تک تک ایرانیان در واقع مسئول هستن که حقوق همدیگر رو محترم بشمرن و در مقابل در واقع ظلم و بیداد مقابله بکنن و بایستن. و این مسئله است که در واقع با رایج شدن این گفتگو در جامعه ما میتونیم امید به آینده بهتر داشته باشیم. از لازم مقایسه باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. این نکته که به نظرم قابل توجه است، اگه کوتاه پاسخ بفرمایید، این که وقتی به این افرادی که نقش داشتن از آقای جهان بگلو تا خود شما آقای حریری و دیگران، آقای آریان نژاد و احساسی نگاه میکنیم، چقدر این گروه به نظر شما نماینده تمامیت ایرانن از جهت اقلیت‌های قومی، زبانی و حتی لحاظ جنسی، در حتی یک زن در میان این چند نفری که شما در واقع هستی اصلی رو تشکیل میدادین، تنظیم میکردین، نبوده؟ آیا این ماین نگرانیتون نبود موقع که کار میکردید؟ خب قطعا نگرانیمون بود. ببینید، این مسئله کتمان هم نمیشه کرد، ولی آیا چه گروهی میتوان درست کرد که در واقع به صورت خیلی گسترده بتونه ملت رو منعکس بکنه؟ همونجور که گفتم، ما تلاشمون این بود قبل از اون که به صورت زن یا مرد یا هر اقلیت دیگه فکر بکنیم،
به صورت انسان اول فکر بکنیم، ببینیم از لحاظ، یعنی برگردیم به ریشه، خیلی ژرف‌تر نگاه کردیم به این جریان، به صورت یک انسان تمام اون لباس در واقع جنسی و قومی و زبانی خودمون رو کندیم و گفتیم اگر ما رو در پس یک پرده قرار بدن و بگن در این جامعه وارد خواهی شد و تو نمیدونی در این جامعه ترک خواهی بود، کرد خواهی بود، زن خواهی بود، مرد خواهی بود، بهایی یا سنی خواهی بود، دوست داری چگونه با تو رفتار بشه؟ دوست داری آیا ممکنه یه هر کدوم از اینها باشی؟ و نگاه ما همچین نگاهی بود. حالا من میخوام وارد اون قسمت دوم سوالتون بشم که در واقع مقایسه بود. و تفاوت ما یک مقدار با وجود الهاماتی که از تمام منشورهای قبلی گرفتیم، این همین مسئله بود که ما نگاهمون در واقع گفتگوی ما با ملتمونه. ما با دولت یا ساختار قدرت گفتگوی ما طرف اصلی گفتگوی ما نیست. مردم ما باید به حقوقشون آشنا باشن و مسئولیت‌هاشون هم نسبت به اون آگاه باشن. وقتی این به صورت یک هنجار فرهنگی در اومد و این گفتگوی غالب شد، هر ساختار سیاسی که شما در واقع مردم خواهانش باشن، اون ساختار سیاسی مجبور به رعایت این حقوق خواهد بود، به خاطر که قبل از اینکه ما هر کدوم بخوایم در اون در واقع چارچوب یا چارچوب‌های قومی یا دینی قرار بگیریم، در یک چارچوب انسانی قرار گرفتیم. چند نفر امضا کردن این خبر؟ اگر که عذر می‌خوام یه لحظه، آیه لقمانی چند نفر تا الان امضا کردن منشور رو؟ من فکر کنم آخرین شمارشی که من داشتم بالای 200 نفر بود، الان دقیق الان ندارم، ولی بالای 200 نفر امضا کردن. آیه حریری اگه مطلبی داری خیلی کوتاه بفرمایید. من فقط در ارتباط با صحبت درست شما در مورد تنوع افرادی که این منشور نوشتن به درستی اشاره کردین، فقط خواستم این نکته رو یادآوری کنم که در طول پروسه و پس از اون به اصطلاح مشاوره های زیادی شد با به خصوص فعالین زنان و افرادی که از به اصطلاح اقلیت های دیگری بودند. ما در این زمینه مشاوره کردیم و یه مقدار از اون متنی که ابتدا نوشته شده بود با این متنی که الان هست طبیعتاً تفاوت هایی داره، نظرات اونها در نظر گرفت. اشاره به جای کردید خانم شفیع، بشنویم نظر شما رو. شما امضاتون پای این منشور دیده میشه. آقای جانبگلو گفتن که با شما هم مشورت های شده بوده، ظاهرا صحبت شده بوده. این بخش حقوق زنان این منشور به نظر 10 خط بیشتر نیست، شاید کوتاه‌ترین یا شاید مختصرترین بخش هست، حالا فارغ از اینکه چه محتوایی داره. شما چطور میبینید این منشور رو؟ این منشور همطور که اشاره کردن منشور اولی نیست، منشورهای دیگری تایید شده. حالا نمونه های مشخصش که من خاطرم هست منشور 81 آقای باقرزاده بود، همین روزها منشور پیشنهادی شورای ملی ایران رو میبینید. شما چه چیزی باعث شد که امضاتون رو پای منشور بگذارید؟ من به این دلیل امضا کردم که فکر میکنم ما نیاز داریم به اینکه یک نوشته، یک نوع به اصطلاح سندی داشته باشیم که بالای همه گرایش‌های سیاسی باشه. به این دلیل امضا کردم. به بخشی که شما اشاره کردین خود منم ایراد داشتم، فکر میکنم که با آقای جانبگلو هم در میان گذاشتم، ولی به این باور دارم که این نوشته، این سندی که الان داریم روش بحث میکنیم، آخرین نیست، تکمیل نیست و احتمالاً در آینده نیاز داره که بیشتر روش کار بشه. بنابراین من شخصاً این سند رو آخرین کلام نمیدونم. ولی برگردیم به این که این منشور چرا تهیه شده. میبینیم که ما در طی 100 سال گذشته ملت ما، مردم ایران، بارها و بارها به پا خواستن، همینطوری که در منشور گفته شده، برای احقاق حق انسانی خودشون و گاهی به یک کم رسیدن، گاهی باز عقب نشینی شده و نتونستن که اون چیزی رو که میخوان در واقع بهش برسن. آخرینش خب انقلاب 57 بود که متاسفانه میبینیم که به چه وضعی رسید. به نظر من الان ضرورت داره، درسته این منشور از خارج از ایران تهیه شده، من فکر میکنم اتفاقا یک نکته جالب رو باید اینجا اشاره کنیم، به اینکه تهیه کنندگان و افرادی رو که حتی امضا کردن که همه از خارج از ایران فکر میکنم باشن، نگاه جهانی دارن به مسئله ایران و این نکته رو ما باید توجه بکنیم که ایران یک جزیره مطرود به اصطلاح تنها مونده نیست، ایران بخشی از جهانه و ما باید نگاه جهانی به ایران داشته باشیم، به دلیل اینکه ایران اگر بخواد پیشرفت کنه، شکوفا بشه، مردم ما اگر بخوان در رفاه باشن، در خوشبختی باشن، در شادی باشن، باید با بقیه جهان ارتباط داشته باشن.
بنابراین اینکه نگاه جهانی داشته باشیم به منشور، نگاه جهانی داشته باشیم به شرایط ایران، به نظر من یکی از نکات مثبت هستش. من شاید خودم رو بخوام بگم، ما در حوزه کار میکنیم که حوزه مدنی هستش. به هیچ وجه فکر نمیکنم من یا همکارانم هیچ نظر سیاسی داشته باشیم، فکر کنیم که یک زمانی میخوایم وارد سیاست بشیم. ما بیشتر نگاه مدنی داریم به جامعه ایران، به اوضاع ایران. ما داریم کار میکنیم روی خشونت‌های فراوان و فراوانی که در ایران وجود داره در همه ابعاد. به نظر من بیش از هر چیزی ما باید نگاه کنیم به فرهنگ ایران، برای اینکه فرهنگ ایران در تمام ایران که شما نگاه بکنین یک زمینه ساز شرایطی شده که ما در حال حاضر میبینیم وجود داره. من فکر نمی‌کنم که حاکمان ایران منزوی از فرهنگی هستن که در ایران وجود داشته. این فرهنگ هستش که حاکمان در واقع میتونن صدای خودشون رو برسونن به مردم با تمام قدرتی که دارن و بخشی از مردم در واقع قبول میکنن. ما میبینیم وقتی که مردم میرن به تماشای اعدام و وقتی بچه کوچکشون روی شونه‌شون میذارن و میبرن که اعدام یک فرد دیگر رو تماشا بکنن، این در واقع میبینیم که از داخل خود فرهنگ و جامعه ایران داره میاد بیرون. به نظر من یکی از کارهای اساسی که باید انجام بشه، همونطور که دوستانم گفتن، اخلاق سازی و شناخت این که این فرهنگ خشونت، فرهنگی که متعلق به قرن 21 نیست، به قرن 20 هم شاید متعلق نبوده، این فرهنگ در وهله اول شناخته بشه، در وهله دوم راهیابی بشه برای اینکه ما چگونه این فرهنگ رو بتونیم اصلا بشکافیم، راجع بهش صحبت بکنیم، درس‌های اخلاقی رو به نوعی ببریم در جامعه و در پایین جامعه ببریم، در واقع ببریم بین اون افرادی که به تماشای اعدام میرن، ببریم بین اون افرادی که قصاص میخوان، ببریم بین اون افرادی که چشم در برابر چشم میخوان و خوشحالن از اینکه ببینن چارپایه رو از زیر پای یک جوان میکشن که جلوی چشمشون اعدام بشه. ما این فرهنگ رو باید اونجا ببریم و ببینیم که چه چیزی جامعه ایران رو داره از بین میبره، میخوره با خودش، جامعه ایران رو داره میپوسونه از درون. این چیزی هستش که همه دارن میبینن. به تازگی خانمی که از ایران برگشته بود پرسیدم ایران چطور بود، گفت همه پیر شدن، گفت همه پیر شدن، همه خسته شدن. چرا باید جامعه ایران اینجوری باشه در حالی که بالای 40-45% ما جوان داریم اونجا؟ و به هر صورت صحبت من این هستش که این منشور نه آخرین حرفه، نه چیز کاملی هست، مطمئنن احتیاج به مرور دوباره داره، مطمئنن بخش زنانش بسیار بسیار باید تغییر پیدا کنه، بخشی که در ارتباط ایران با جامعه بین المللی هست به نظر من باید روش کار بشه، چون خیلی کم گفته شده از نقش ایران در جامعه بین المللی، نقش ایران با جامعه بین المللی باید به نظرم روی اون کار بشه. ولی به هر صورت من فکر میکنم به عنوان یک سند فراحزبی، فراسیاسی و فراگروهی بهش نگاه کنیم و سعی بکنیم که در تکمیلش کوشا باشیم. و شخصا من به این دلیل امضام و پایین منشور گذاشتم که در این جهت پیش بریم. بسیار عالی. آقای دکتر نراقی، شما جزء افرادی هستید که امضا نکردید این منشور رو. توضیحاتی رو هم که از ابتدای برنامه شنیدید، آیا شما رو مجاب کرد به امضای این یا کماکان نقدهایی دارید؟ نقدتون رو بشنویم. بله، عرض کنم که من البته از جهاتی با پاره از دغدغه‌های دوستان کاملا همدل هستم. خصوصا به نظرم میاد توجه به فرهنگ عمومی جامعه نقطه آغاز خوبی برای تحول آفرینی در متن جامعه مدنی، و خصوصا با این دغدغه دیگر دوستان هم همدل هستم که باید اخلاق، سیاست رو مبتنی بر اخلاق کرد، یعنی باید در قلمرو اخلاق سیاست ورزید. بنابراین ابتناع سیاست بر امر اخلاقی هم به نظرم توجه بسیار درست و شایسته است که نویسندگان این منشور مورد توجه داشتند. من در مجموع به نظرم میاد که گام دوستان به انگیزه های بسیار نیک بوده است و امیدوارم برها جهدشون مشکور و کارشون به نتیجه مطلوب و مورد نظرشون برسه. اما ملاحظاتی من درباره این منشور دارم که در واقع من رو اندکی به تردید افکن در پیوستن به جمع دوستان و کار نیکی که در دست دارن.
نکته اول این است که به نظر بنده منشوری از این دست نباید نقطه آغاز یک حرکت، که باید برایند یک فرایند باشد. یعنی گروه های فکری مختلف باید در موضوعات مختلف بحث کنند، دلایل خودشون رو مطرح کنند و فرایند یک بحث و گفتگوی جمعی میان کنشگران سیاسی، فعالان اجتماعی مدنی، متفکران و صاحب نظران مختلف نهایتاً جمع‌بندی این گفتگوها به هر حال تدوین منشوری از این دست باشه. شروع این فرایند از طریق اعلام مواضع کردن بدون اینکه شما به جزئیات و مستندات و استدلال‌های بحث توجه کنی، به نظرم میاد که شاید چندان آغاز شایسته برای این حرکت درست و مبارک نباشه. برای مثال به شما عرض کنم، بسیاری از موضوعاتی که در متن منشور مسلم و مفروض فرض شده، امروز شما می‌دانید که ادبیات زیاد و غنی درباره این موضوعات هست و طرفین گفتگو درباره اون مسئله همچنان مشغول گفتگو هست. یعنی موضوع یک موضوع فیصله نایافته نیست. برای مثال مسئله نفی خشونت که در متن این به هر حال منشور آمده است، به نظر من سوال گشوده است. آیا ما که داوطلبان و علاقمندان مشارکت در یک جنبش مسالمت آمیز هستیم و غرض و انگیزمون پرهیز از خشونت هست، آیا این مطلوب را از طریق نفی مطلق خشونت به دست می آوریم، یا باید در چارچوب فکری خودمون میان دو نوع خشونت، خشونت عادلانه و خشونت غیر عادلانه تمایز بگذاریم؟ یا مثلا فرض کنید که بحث مربوط به اعدام که در این منشور مفروض تلقی شده است، من کاری ندارم که باید اعدام رو ممنوع کرد یا نکرد، ولی عرضم این استش که موافقان و مخالفان اعدام در این زمینه سخنان جدی گفتن. ادبیات این بحث هنوز به فرهنگ ما، حتی در میان نخبگان و فرهیختگان ما منتقل نشده است. چطور پیش از این که این بحث ها در میان اهل نظر، حداقل در میان اهل نظر مطرح بشود، شنیده بشود، ادبیات به فرهنگ ما منتقل بشه، ما پیشاپیش تصمیم خودمون رو بر مبنای مطالعات و جنبندی های شخصی گرفتیم و اعلام بکنیم به جامعه که شما به ما بپیوندید و حاصل تأملات ما رو صحه بنهید. نکته دیگری هم که عرض کنم این است که پاره از اموری هم که در متن منشور آمده است، گرچه بسیار متین، جذاب و به نظر من ارزشمند است، اما ابهامی دارد که باید دربارش تأمل بشه. مثلا فرض کنید به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های قومی باید معلوم بشه که این به چه معناست. برای مثال آیا امضا کنندگان منشور مسئله حق جدایی طلبی رو برای اقوام مختلف ایرانی به رسمیت میشناسند؟ آیا ما باید حق جدایی طلبی رو جزو حقوق اقلیت‌های قومی بدانیم و در متن قانون اساسی منظور کنیم یا خیر؟ شما ببینید درباره مسئله حقوق اقلیت‌های قومی فضای بحث فکری و علمی در جامعه ما بسیار بسیار لاغر و نحیف است. هنوز در این مورد بحث نکردیم. بحث حقوق حیوانات که در متن گنجانده شده است، به نظر من توجه بسیار مبارک و شایسته ای است، اما اساساً این ادبیات در فرهنگ ما وارد نشده است که حیوانات به چه دلیل، بنا به کدام به هر حال مبانی باید حقوقشون به رسمیت شناخته بشه. من البته با دوستان همدلم، ولی به نظرم میاد که ادبیات این بحث منتقل نشده است. و به هر حال نکته اصلی من این استش که ایراد دیگری هم که، یا شاید تردید و پرسش دیگری هم که در ذهن من است، این است که ساختار منشور به نظر من کشکولاساست. یعنی گویی همه چیزهای خوب عالم رو ما خواستیم یک جا جمع بکنیم، بدون اینکه در بین چیزهای خوب عالم به تناسب ساختار جنبش دموکراسی خواهی در ایران و نیازهای جامعه ایرانی اولویت بندی روشنی شده باشد. شما مثلا ببینید که در اینجا به نظر میرسد که ما مثلا فرض کنیم حقوق زنان، حقوق حیوانات، حقوق اقلیت‌های جنسی، حقوق اقلیت‌های قومی و بسیاری از امور دیگر رو در یک کشکولی ریختیم بدون اینکه معلوم بشه که
این مجموعه کدامش برای جامعه ایرانی اولویت بیشتر داره از زاویه و منظر جنبش دموکراسی خواهی که ظاهرا منظور نظر دوستان بوده است. در اهداف جنبش هم به نظر میاد که روشنی و وضوح کافی وجود نداره. شما فرمایشات دوستان رو هم اگر دقت فرمودید میبینید که دوستان از یک جهتی منشورشون کاملا به نظر میاد که در ادامه فعالیت های سیاسیشونه، از جهتی منشور رو کاملا طرحی اخلاق مدنی میدانند، از جهتی دوستان متواضعانه از هر گونه فعالیت و انگیزه های سیاسی در نگارش منشور خود رو بری میدانند. به هر حال اینا به نظرم میاد که انگیزه های مختلفی است که شما به اگر بخواید بنابر هر کدوم اینها اقدام کنید، اقداماتتون شکل متفاوتی خواهد داشت. بنابراین من سوالم واقعا این هست، اگر فرض کنید کسی مثل بنده که بارها اعلام کردم که به منشورهای عرض کنم که جهانی حقوق بشر متعهد هستم، در این منشور خاص کدام ویژگی است که من رو به تأیید و تصویب مجدد امری که پیشتر بر او اذعان کردم برمی‌انگیزه؟ یعنی بالاخره این منشور قرار است که چه چیز علاوه بر اون چه که پیشتر ما در منشورهای مختلف حقوق بشری می‌بینیم به جامعه ما خواهد افزود؟ من فرضم بر این بوده است که چون دوستان جامعه مدنی ایرانی رو مد نظر دارن، قاعدتاً باید نوعی اولویت بندی به تناسب نیازها و ساختار جامعه ایرانی در مجموعه حقوقی که ما همش به جملگی اونها پایبند هستیم رو به دست ما بدن، که متاسفانه به نظرم میاد که کمیابیش در این انسجام فکری و نظری و ساختاری در متن منشور به چشم نمیخوره. بسیار خوب. به هر حال من سپاسگزارم. میدونم که در واقع نکات اصلی درباره کاری از امور بحث جاری است و دوستان پیش از اینکه وارد بحث محتوایی بشن، نتیجه مورد نظر خودشون رو در منشور مفروض گرفتن. به لحاظ روشی به نظرم میاد که دوستان پیش از اینکه منشور رو برای عرض کنم که امضای افراد بفرستن، باید تلاش میکردن که یه گفتگوی جمعی از افراد اقشار مختلف، گروه‌های سیاسی، نویسندگان، صاحبان فکر مختلف، زنان، مردان، اقلیت‌های مختلف، پس از چنین گفتگوی جمعی محصول و برایند این فرایند در متن یک منشور متبرد میشود. بسیار عالی. آقای دکتر جانبگلو، ببینیم امضای آقای نراقی رو شما میتونید پای منشورتون بگیرید. نکته که من دوست دارم تقسیم بشه، برای اینکه نکات متعددی رو گفتن، اگه موافق باشیم با بخش خشونت پرهیزی در واقع آغاز بکنیم، شما پاسختون بدید. به ویژه من میخوام این رو تاکید بکنم که همین الان که ما صحبت میکنیم در همین روزها از خود یمن و لیبی، مصر شاهد هستیم که چه خشونتی رو در واقع علیه سفارت آمریکا در همین تهران کشیده شده. امروز عده‌ای از این بسیجیان در مقابل سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا جمع شدن به خاطر اون فیلمی که ادعا میشه که توهینی است به پیامبر اسلام. در چنین فضایی که جامعه ایران و خاورمیانه داره تجربه میکنه، این چگونه در واقع شما میتونید این رویکرد رو توضیح بدید؟ بله، من فکر میکنم که اتفاقا فرمایشات آقای نراقی و دوستان خیلی درسته و اتفاقا آقای نراقی من فکر میکنم که این منشور رو امضا خواهند کرد، نه بخاطر برای اینکه امضاشون رو اونجا بذارن، به خاطر اینکه این منشور نتیجه گفتگوهایی است که افرادی مثل خود من با آقای دکتر نراقی داشتیم و همدلی و همکاری که در گذشته داشتیم در مورد بسیاری از امور. من فکر میکنم که در حقیقت مسئله اصلی که این منشور داره مطرح میکنه، یک به عنوان یک فراخوان، یک دعوت و نه یک کار آکادمیک که بخواد با پانوشت و اینا بیاد و بخواد مثلا 100 جلد کتاب باشه یا مثلا فرض کنید 200 صفحه کتاب، داره یک دعوتی میکنه که بیایم و درباره موضوع صحبت کنیم، از جمله مسئله خشونت پرهیزی که یکی از مسائل خیلی جدیه در مسائل مدنی، و اگر هدف بسترسازی اخلاقی باشه برای مسئله سیاست، و اگر همونطور که من همیشه بهش اشاره میکنم سیاست فقط مسئله قدرت طلبی نباشه بلکه مسئله ساماندهی اجتماعی باشه، بنابراین ما باید به این مسئله فرهنگ سیاسی اونم توجه کنیم. یکی از مسائلی که ما داریم، حالا شما فرمودید که در فیسبوک هم دارین آمار میگیرید و ممکنه که خیلی ها در جامعه ایران فکر کنن که این خشونت باید وجود داشته باشه و خشونت با بدون خشونت نمیشه کاری رو از پیش برد، ولی من فکر میکنم که اتفاقا تجربه منشورهای دیگه و تجربه موفقیت‌های افرادی مثل هاول و ماندلا
و موفقیت‌هایی که در کشورهای حتی در همین بحار عربی مثل مصر و جای دیگه شده یا تونس شده، به ما این نشون میده که آخرالامر مسئله خشونت پرهیزی هستش که موفق میشه. به خاطر اینکه شما یعنی شما دکتر به طور مطلق در واقع اعتقاد دارین که خشونت پرهیزی مطلقاً به این شکل، یعنی اون چیزی که تقسیم بندین که آقای دنقه کردن دو نوع خشونت، شما بهش اعتقاد ندارین؟ نه من مطلق اعتقاد به هیچی ندارم، ولی اعتقاد دارم که خشونت پرهیزی همراه با خودش گفتگوی در مورد محتوای خشونت و محتوای خشونت عدم خشونت هم داره. یعنی شما قدم به قدم و تدریجی در حقیقت این ساماندهی اجتماعی رو میکنی، ولی این ساماندهی اتفاقا تو منشور خیلی خوب به این اشاره شده. این منشور مشهور تفاوت‌ها و منشور تساهله. شما تفاوت‌ها رو نمیتونین در یک جامعه پیاده کنین مگر بدون اعمال خشونت، و شما نمیتونین به تساهل دست پیدا کنید مگر بدون اعمال خشونت. مثلا اگر فکر کنین که هر کی دگر باشه یا هر کی همجنسگراست، بنابراین چون من باش موافق نیستم باید اینو از بین ببرم، خب شما وارد هیچ نوع دیالوگی نمیتونین بشین. شما باید به این توجه داشته باشین، همونطور که دوستانم منم گفتن، مسئله اصلی ایجاد یک گفتگوی مدنی است. گفتگو با خشونت نمیتونه اصلا به وجود بیاد. بنابراین هر جا، هر گروه سیاسی، هر تشکل سیاسی، هر شخصیتی بخواد این مسئله رو بیاد با خشونت مطرح بکنه، حالا حتی خشونت کتمان باشه، یعنی بیاد امروز بیاد در مورد دموکراسی صحبت کنه، فردا بگه که نه من وقتی به قدرت رسیدم خیلی ها رو از بین خواهم برد، این اعمال پذیر نیست. و من فکر میکنم که مهمترین بحثی که این منشور 91 داره مطرح میکنه این است که ما فراسوی شخصیت محوری در سیاست امروز ایران و در سیاست آتی به یک نوع ایده محوری رسیدیم. یعنی ما داریم روی ایده ها بحث میکنیم، نه روی شخصیت ها که حالا این بیاد یا اون بیاد و چگونه بهتر خواهد شد. و این ایده ها اتفاقا همونطور که آقای دکتر نراقی و دوستان دیگه هم گفتن، این ایده ها امروز آمده با این منشور وسط گود جامعه ایران و همه مردم در حقیقت براشون یه فراخوان داده که بیاین و شرکت کنین، و الزاماً امضاتون به معنی این نیستش که اینجا یک اتاق فکری است که از بالا داره یک سری چیزها به شما داده میشه، بلکه همونطور که خانم شفیعی هم درست گفتن، آقای دکتر نراقی هم گفتن، دعوتی است به اینکه بیاین و موضوعاتو بگین. و البته ما در این فضایی که نشسته بودیم ممکن از نظر فیزیکی دور از ایران بوده، ولی حتما شک نداشته باشین که روح و نفسمون در فلات ایران بوده. بله، از یادآوری بکنم که خود شما چندی پیش در ایران زندانم رفتید و مشکلاتی رو در واقع تجربه کردید. ولی آقای حریری، یه لحظه، آره میخوام در واقع برای اینکه تقسیم بحث بشه، وقتمون هم محدود هست، در مورد نکته که آقای دکتر نراقی روش انگشت گذاشتن، بحث اقلیت هاست. در منشور هیچ اشاره ای به تمامیت ارضی ایران نشده. بفهمید که علت چه هست و نگاهتون کجاست؟ آیا سعی کردید که پرهیز بکنید به دلیل حساسیت مسئله؟ چه بوده ماجرا؟ نه، ببینید، در صدر منشور اولا اشاره شده که انسان محوری است و در واقع بقیه تمامی قراردادها قرارداد است بین انسان و محیط اطرافش. اما اون نکته‌ای که آقای دکتر نراقی به درستی گفتن در مورد مسئله اقلیت‌ها، در مورد مسئله اعدام، ببینید، اینها هیچ وقت حل نشدنی، یعنی شما نمیتونید به یه فرمولی برسید، حتی اگر تمام نیروهای سیاسی، تمام افراد رو هم بیارید، فرمولی نیست که حل بشود. موضوع این است که ما حول یک محور ارزشی بتوانیم با همدیگر گفتگو بکنیم و به یک قراردادی برسیم که این قرارداد قابل اجرا باشد. مثال میزنم خدمتتون، مسئله اعدام در آمریکا که یک دموکراسی 200 ساله است همچنان ادامه داره. این بحث همچنان بین نیروهای مختلف سیاسی، بسته به اینکه چه کسی در قدرت باشه، در قدرت ایالتی و در قدرت فدرال، این بحث ادامه داره. بعضی ها موافق اعدامن، بعضی ها مخالف اعدامن، در بعضی از ایالت ها حکم اعدام اجرا میشه، در بعضی ها اجرا نمیشه. یا به عنوان مثال مسئله اقوام که اگر که بخواهند به اصطلاح حق تعیین سرنوشت داشته باشن یا نداشته باشن یا از ایران جدا بشن، در همین کانادای ما که باز یک دموکراسی 100 سال است که کبک میخواد دو بار تا به حال از کانادا جدا بشه، هنوز این مسئله حل نشده است. به این معنا که ما صحبت هست، این قانون شد که فرض بفرمایید با 60% آرا
اگر که یک همه پرسی در کبک صورت بگیره، کبکی ها می توانند از کانادا جدا بشن. بعضی ها گفتند نه خیر، با 50% به علاوه یک هست که می توانند جدا بشن. پس می بینیم که در دموکراسی هایی که احزاب در اونجا ریشه دارن، پارلمان وجود داره، این گفتگوها دائما به صورت دینامیک انجام میشه. یعنی در واقع اون چیزی که می فهمید اینه که منشور شما اشاره بر این داره که اگر اقلیت ها، حالا بحث قوم یا ملیت بودن که بسیار چالش برانگیزم هست مطرح شده، اگر در آینده که شما تصویر کردید و حالا بحث هم در مورد این خواهیم کرد که این قانون اساسی که یک دو بار در این منشور ازش صحبت میشه و روشن نیست این قانون اساسی چه قانون اساسی هستش، در چنین آینده ای اگر یک گروهی رأی بدن اکثریت که از ایران جدا بشن، شما مانع نمیبینید؟ فکر میکنید این رأی کافیه برای اینکه یک گروهی، حتی همون مثالی که در مورد کانادا زدید؟ ببینید، تمام طبیعتاً تمام معتقد این منشور حداقل بر این است که پارامترهای تعیین بشه، ببخشید، ارزش‌هایی باشه که مجموعه نیروها بنشینن سر میز مذاکره و با همدیگر پارامترهایی رو تعیین بکنن که اون پارامترها به صورت صلح‌آمیز، به صورت دوستانه به یک نتیجه‌ای برسه. من الان اصلاً کسی نیستم که از الان تعیین بکنم که چه خواهد شد و چه نخواهد شد. اون مردم ایران هستند، مجموعه مردم ایران، اقوام هستند که می توانند بر اساس حقوقشون با همدیگر گفتگو بکنند، به جای اینکه اسلحه جلوی هم بکشن. با یک مجموعه ارزشی است که ما با همدیگه گفتگو بکنیم و به اون محصول نهایی برسیم. بله. و این ادامه دار هست. اتفاقا همین که ما نشستیم اینجا راجع به اینها صحبت میکنیم، این چیزی است که خواست منشوره. یعنی این بشود گفتگوی قالبی که ما راجع به اینها گفتگو بکنیم، همونطور که به درستی جامعه اشاره کرد، به جای اینکه شخصیت محور باشه، در واقع برنامه محور، ارزش محور، که بتونه آینده ایران رو بر اساس ارزش ترسیم کنه. من یک نکته خیلی کوتاه رو اگر اجازه بدید اشاره بکنم در مورد قانون. بله، در مورد اینکه طبیعتاً افراد متفاوت برداشت‌های متفاوت از منشور خواهند داشت، هر کسی از منظر خودشه. اتفاقاً من فکر می‌کنم زیبا این هستش که هر کسی از منظرگاه خودش اون نگاه رو تعبیه بکنه، صحبت بکنه، بحث بکنه و به اصطلاح مطرح بکنه که چه مواردی هست یا چه مواردی نیست. و به هیچ وجه این نه آیه آسمانی است، نه یک قراردادی است که نوشته شده و یک چیزی رو مطرح کرده و باید در آینده منشورهای دیگر بیان تکمیلتر از این بهتر بشن. آنچه که مهم است گفتگو راجع به این ارزش هاست که ما آینده چگونه آینده ای رو برای ایرانمان میخواهیم که بر مبنای این ارزش ها باشه. آقای لقمانی، نکته دیگری که آقای دکتر نرقی روش دست گذاشتن، بحث روشن نبودن اولویت هاست در این منشور. بفهمید که شما خودتون رو و این منشور رو در چه نسبتی با اولویت هایی که جامعه امروز ایران دنبالش هست میبینید؟ فکر میکنید که واقعا اساساً اون فضا رو شما درک کردید در این منشور که جامعه امروز ایران، جوانها امروز چه میخوان؟ آیا به دنبال این نکاتی هستید که به نظر شما گفته شده؟ در کدامی که از این اگه قرار باشه یکی دو مورد رو جدا بکنید، فکر میکنید اولویت اساسی جامعه امروز ایران هست؟ بله، خب ببینید، من خودم کودک بودم که انقلاب شد و در زمان انقلاب در واقع و بعد از انقلاب بزرگترین مسئله ای که در واقع می دیدم جامعه رو، قل و زنجیری که به پای ملت ما بسته شده، بزرگترینش ناشی از تبعیض بوده. همونجور که اشاره کردید در ابتدای برنامه چندین بار ذکر شده این مسئله، رفع تبعیض، چه تبعیض از لحاظ جنسیتی باشه بین زن و مرد، چه از لحاظ اقلیت ها باشه، کرد و ترک و لور و بلوچ و عرب و دیگر اقلیت های ایرانی، و چه از لحاظ دینی، بهایی ها، یهودی ها و مسیحی ها در ایران. یکی از بزرگترین دغدغه های ما این بود که در واقع وقتی که ما اون رخت قومی رو از تن میکنیم و نگاه انسانی داریم به پیرامون خودمون، چه چیزی باعث میشه که انسان از پیشرفت باز بمونه؟ اولین مسئله، مسئله تبعیضه. در واقع شما ساختارهایی رو ایجاد کنید در جامعه خودتون که بر مبنای اون ساختارها یک عده از دستیابی یا به قدرت یا به پیشرفت یا هر زمینه در واقع امکانات اجتماعی محروم بشن و یه عده راندخال باشن. این مسئله بود که خب من تا چندین سال پیش که ایران بودم این مسئله رو از نزدیک می‌دیدم و تمام ایرانیان این مسئله رو درک کرد از نزدیک با پوست و گوشت خودشون هر روز، چه از لحاظ پوششی که خانم ها مجبور به پوشیدنشن و آقایان تا حدی هم مجبور به رعایتش هستن، و چون از لحاظ اجتماعی در زمینه مشارکت. و این رفع تبعیض به نظر من یکی از مهمترین مسائلی است که در این منشور
بهش اشاره شده. نکته دیگه، این آغاز یک گفتگوست. در واقع منشور ما یک پایان بر یک سند نیست. منشور ما دعوت به گفتگو و بردن این مفاهیم در سطح جامعه است. تا وقتی این مفاهیم اول باید گفته بشه و بعد باید راجبش گفتگو بشه. خیلی خوب هست، بله، البته انتقاداتی هم هست، انتقاداتی هم بود، تغییراتی هم کرده این منشور، و ما میخواییم در واقع این نقطه آغازی باشه برای یک کمپینی که آغاز کردیم و روز به روز اون گسترش خواهیم داد، که در جامعه بتونیم ما در واقع این در گستره همگانی این ارزش هایی که بهش اشاره شده راجبش گفتگو کنیم، و در بر اساس اون گفتگوست که یک مقدار زیادی هم اولویت بندی خواهد شد. ولی اولویت ما به عنوان یک گروه اول مسائل انسانی بود، مسائل زنان بود. شما ببینید حکومت در آخر منشور قرار گرفته. چرا؟ ما دیدگاهمون این نبود که در واقع ساختاری از بالا باید بیاد و مسائل مشکلات مملکت ما را حل بکنه. بله. ما در واقع قدرت رو به فرد دادیم و مسئولیت رو هم از فرد گرفتیم. اگه ببینید در واقع گفته شده به صراحت حکومت از مردم استقلال مالی نداره. در واقع منابع ملی کشور در اختیار حکومت نخواهد بود. منابع ملی متعلق به مردمه و مردم اون رو در واقع تفویض میکنن به دولت، و دولت در واقع این محل از محل مالیات هاست که دولت درآمد خواهد داشت. خب راجع به این میخوایم گفتگو کنیم با مردممون که در واقع دولت رو نمیتوان پاسخگو کرد اگر دولت استقلال مالی داشته باشه، در کنار بسیاری از مسائل دیگه که در منشور ذکر شده. بله. ولی اینجور نبوده که ما در واقع تمام اینا رو گرد هم بیاریم به صورت نامرتب. در واقع این اولویت هایی بوده از دید ما، ولی در پی گفتگو با بقیه، در پی گفتگو در جامعه، البته جامعه اولویت های خودش رو پیدا خواهد کرد و اون سند دیگری خواهد بود، میثاق ملی ما خواهد بود و قانون اساسی ما خواهد بود. ولی پایه و بر پایه و ارزش هایی که در جامعه رایجه و به صورت هنجار فرهنگی در اومده. بسیار خب خانم شفیع، دو سه دقیقه فرصت داریم، از بخوام برای وقتش رو به پایان هستش، ولی دو نکته میخوام اگه بشه سریع پاسخ بفهمید. یکی اینکه قراره که این منشورها موجب اتحاد بشن، موجب اتفاق نظر بشن و افراد دور هم جمع بشن، ولی به نظر میاد که این اتفاق نمیفته. یعنی ما در همین روزها چندین منشور موازی رو داریم و گروه ها باز میرن به سمت اینکه منشورهای خودشون رو تهیه بکنن به جای اینکه یک منشور کامل تری رو تهیه بکنیم. مشکل چه هست؟ و یک توضیح هم آقای دکتر نراقی دادن در مورد مسئله اعدام که شما صحبت کردین، گفتن در مورد اعدام بحث هست، نمیشه به این صراحت در مورد این در منشور صحبت کرد. بله در مورد اعدام بحث هست. اصلا بحث این که در اعدام نباشه فکر میکنم تا دو سال پیش اصلا بین جامعه مدنی ایران هم آنچنان رایج نبود. این بحث اینقدر الان پیشرفته شده که خب تعداد بسیار زیادی مخالف اعدام ما پیدا کردیم. دو سه سال پیش وقتی صحبت میکردیم مثلا ضرورت اعدام صحبت بود. بنابراین ما هنوز در آغاز یک راهی هستیم که بسیار طولانی هست. نکته دومی که شما فرمودین و اینا، ببینین این منشور که آخر کار نیست. این منشور شروع گرد هم آوردن همه منشورهایی هستش که در واقع نوشته شده. شاید زنان هم تصمیم داشته باشن دور هم بشینن و منشور زنان تهیه کنن، که به نظر من فکر خوبیه، میتونه با این منشور به اصطلاح نوعی الحاق داشته باشه. من فکر میکنم که اون که فقط این نکته رو بگم که آقای نراقی گفتن که چرا همه دور هم ننشستن که صحبت بکنن، فکر میکنم به مدت 34 ساله که همه سعی کردن دور هم بشینن و صحبت بکنن که از بین صحبت‌ها چیزی در بیاد و چیزی در نیومده. شاید قبول بکنیم که این منشور فرای همه صحبت‌ها گروه‌ها باشه، ولی همه گروه‌ها، همه افراد بتونن بهش کمک بکنن، بتونن تکمیلش بکنن تا به صورت یک سند فراگروهی مثل همه اسناد فلسفی، اسناد اخلاقی، اسناد اجتماعی همه افراد در واقع به نوعی در بر بگیره. علی. همه افراد از هر نوع گرایش فکری. سپاسگزارم آقای دکتر نراقی، یک دقیقه وقت داریم کلام آخر از شما بشنویم. خواهش میکنم. من البته با علاقه و احترام تلاش دوستان رو پیگیری میکنم و امیدوارم همینطور که دوستان هم پیش بینی میکنن به هر حال منشورهای از این دست موجب بحث و گفتگوهای بیشتر در جامعه ایرانی بشه. من البته واقعا متاسفانه باید بگم که من معتقد نیستم چون این بحثای به واقع در جامعه ایرانی در گرفته. من یه مثال ساده بزنم، از نکات خوب منشور بحث مربوط به حقوق حیوانات هست مثلا.
در حدی که بنده اطلاع دارم در زبان فارسی درباره این زمینه کار بسیار بسیار اندکی شده است. 30 سال، 50 سال، 100 سال فرقی نمی‌کنه. ما در این زمینه ادبیاتی که نشون دهنده جنبه‌های مختلف این مسئله و اصلا معنای به رسمیت شناختن حقوق حیوانات باشه نداریم. در مورد اعدام همینطور است. این بحث سال‌هاست که در فرهنگ مغرب زمین مطرح است. ادبیات غنی دارد. در زبان فارسی 30 سال، 50 سال بنده سراغ ندارم. حداقل شما تعداد انگشتان یک دست مطلب پخته در خور درباره جنبه‌های مختلف پدیده اعدام در زبان فارسی. بحث وقتی که عرض می‌کنم به این معناست که دست کم نخبگان ما ذهنشون رو درباره پاره‌ای از جنبه‌های مهم این حقوق روشن کرده باشن. متأسفانه در بسیاری از موارد درباره حقوق اقلیت‌های جنسی جامعه ما روشنفکر و غیر روشنفکر عوام هست. بله. در این شرایط است که به نظر من در واقع صدور یک منشور احتمالاً مدخل شایسته‌ای برای ورود به بحث‌های اخلاقی و تحول بخشیدن به بحث‌های اخلاقی نیست. اما اگر غرض دوستان منشورشون صرفاً یک پیشنهاد باشه که بحث درباره این حقوق مهم رو در جامعه ایرانی در بیفکنه، البته به نظرم سعی مشکوری است و من حقیقتاً امیدوارم که دوستان به نتیجه مطلوب خودشون برسن. تشکر میکنم از شما آقای دکتر آرش نراقی، خانم شفیعی، آقای جهانبگلو، آقای حریری و آقای لقمانی، از همه شما سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه افق. امیدوارم این بحث رو بتونیم با هم در آینده دنبال بکنیم. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. تا افق یکشنبه.